هنگامی که ما از قرآن دور میشیم الله ما را اتو ذلیل میکند. یعنی عزت خود را به عوضی که در قرآن جستجو بکنیم در پیش کسای جستجو میکنه که قرآن کریم را کدام مردم قرآن کریم را در کمود مندازد، قرآن کریم را از طیره مندازد، باز عزت خود را در وضای آزین ها میکنه. ایخ ذلیل میشه، ایخ بدبخت میشه، در حالی که این ملت عظیم، این ملتی که دیگرها برش باج میداد، دیگرها برش باج میداد. حضرت هارون رشید رضی الله عنه و عرضا امپراتور روم برش خط نوشته کرد که دیگه ما برد باج نمیکنم، دیگه ما برد باج نمیکنم. در پشت خدش نوشته کرد که الی کلب روم سترا و سگ روم میبین. دو روز دیر نشده بود که منطقش گرفت، گفت سگ بد کرده، گفت آلی دو چند باج بود، آلی دو چند باج بود. زدن با اهل قرآن و مردم نه خاک میمان و نه هم جایش. قسطنطنیه یا اسپانیای امروز یک فامیل مسلمان دارد، یک فامیل مسلمان مورد تعرض و هجوم دشمن خدا قرار گرفت. یک نفر زنده آمد به خلافت اسلام و گفت که فامیل ما را کشتن، اسیر کردن، بدبخت ساختن. هنگامی که مجاهدین می روند از او بحرک تیر می شود، بعد کشتی ها را می سوزانند، میگه دیگه آرمان بگور ببرین که شما اگر شکست بخورین باز زنده مبرایید، بلکه جای را فتح میکنین و یایی که گیا کشته میشه. زیرا عزت یک مسلمان بلندتر است از اینکه کل قوتهای حربی و نظامی مسلمان از میکنند. اسپانیا را فتح میکنند، بیش از 700 سال در اونجا تمدن بلند معنوی و مادی را هسته گذاری میکنند. از ما چی است؟ در ماه مبارک رمضان ذلت مسلمان ها را می فهمیم. غزه شهرک بسیار کوچک، در دفاع از حریمش تلاش می کنه، در دفاع از هویتش تلاش می کنه، زمینش هم اسرائیل می گیره، تجاوز هم اسرائیل می کنه، می کشم اسرائیل و باز هم دشمنان خدا باز هم می گوید که شما بمباردمانه و شما راکت نزن. سه نفرشان که تا هنوز معلوم نیست که کی کشته، سه نفرشان که تا هنوز معلوم نیست که کی کشته، برای سه نفر تا این امیال بیش از 500 نفر زخمی می شود و بیش از 1.5 نفر به شهادت می رسد. این دنیا، این حقوق بشر، این دموکراسی جهلی، این قوتهای کفری، این کسایی که حق حق می گوید آواز خود را بلند نمی. در اوجا از آواز یک راکت میگه غرسش به اعصاب ما بد تاثیر میکند. بنان مردم مظلوم فلسطین باید مورد هجوم قرار داده شود، باید بمباردمان شود، باید خانه با طفل و زن و اطفال و ریسفید سرش بشیند. به خاطر که سه نفر او را هم جعلی خودشان رای کردن، به خاطر که حماس با فتح یک جا شد، دشمن نتانست اتحاد مسلمانان را هضم بکند، از این خاطری جنگ شروع کرد، از این خاطری شروع کرد. شما مظلومیت از این ملت را میبینین چون عزت را از این ملت به سبب دوری از قرآن کریم از پیش گرفته شده. تمام پاچاهای منحوس کشورها چاپ شده، آواز خود را بلند نمی کند، نمیگن که کجاست حقوق بشر، کجاست جامعه مدنی، کجاست کسایی که حق حق میگوید. در اینجا خانه ها بمباردمان میشود، شب و روز مورد بمباردمان قرار می گیرد. کسی که آواز خود را بلند کرده؟